فرصت نداریم. ببینید، شما الان بوداییان رو و مکتب بودیست، مکتبشون رو و آیینشون رو معادل بی خدایی بیان کردید، درسته؟ بله. اگر معادل بی خدایی بیان میشه، یعنی اعتقادشون به وحدانیت و توحید بی خدایی است، پس ما یه سری اعمال و آدابی رو در اونها برای عبودیت و عبادت داریم ملاحظه میکنیم. یعنی اینا اعمال عبادی دارن. اگه به خدا قائل نیستن، پس این عبادت ها چیه؟ نکته خوبی است. ببینید، بحث تمام امور متمرکز روی نجات از چرخ است، چرخه سمساره و نیروانا شدن و به اون به اصطلاح مقام و جایگاه رسیدن. خب چه مقدسی رو، چه تقدیسی رو قائل هستن، چه قدیسی رو قائل هستن؟ میگن اون کسی که به اون نیروانا رسید، یا خود اون شخص یا تمثال اون شخص قابل پرستش هست، بزرگ هست، مورد احترام هست. لذا برای این که نزدیک بشن به اون جایگاه و احترام بگذارن به اون مقامات، یکی از کارهایی که میکنن این هستش که اون شخص رو که معتقد هستن به نیروانا رسیده و از چرخ خارج شده، و یا احیانا تمثالهایی که منسوب به اون شخص ها هستش در معابدشون و در غیره، اون رو میپرستن و یک در واقع عبادتی نسبت به او انجام میدن. عبادت نسبت به او رو به معنای معبود، به معنای خالق انجام نمیدن. به معنای یک قدیسی هست که میتونه اونها رو نجات بده، میتونه موجب رهایی اونها بشه، کمک کنه به رهایی اونها، و به این خاطر به اون نزدیک میشن. اعتقاد دارن به این که اون موجود معبود، که حالا بالاخره دارن عبادتشون میکنن دیگه، اون موجود معبود رهایی بخش از اینا قوی تره که میتونه نجاتشون بده. بله بله، این قدرت رو میگن، چون قدرت پیدا کرد، نه این قدرت رو از اول داشت، ببینید چون قدرت پیدا کرد از این چرخه خارج شد. قبلا مثل ما بود، یک وجودی، یعنی خدایانشون کسانی هستن مثل خودشون که تونستن این چرخه رو بشکافن، برن به اون مرحله برسن. برن به اون مرحله برسن، یعنی از دل خود این انسان‌ها افرادی خارج شدن. پس الان قابلیتی برای همه انسان‌ها هم قائل هستند که به خدایی برسن. بله بله، این راهی که نشون میدن، این راه رهایی، اسمش رو البته عرض کردم نمیذارن خدایی، ولی میگن به نیروانا رسیدن و بودا شدن، که بودا این جایگاه و این مقام رو داره، چون به رهایی رسیده، چون تونسته خارج بشه از این چرخه، این مورد احترام و تقدیس و حتی به هر حال عبودیت دیگران هست. و اونها بودا رو پرستش میکنن. بودا رو پرستش میکنن. و اون وقت الان خودشون هم بیان میکنند که بودا قابل تکراره. بله بله، این اصلا جزء اصول اونها هست که بودا قابل تکراره و ما هزاران هزار بودا داریم. و لذا مثلا وارد یک معبد میشیم، خیلی از اوقات یکی از معابد بودایی یک دونه تمثال نیست و یک دونه تمثال پرستش نمیشه. تمثال‌های متفاوت و متعدد وجود داره که البته گاهی یه دونه از اینها بزرگتر هست به نماد مثلا بودای اصلی، و اون کوچکترها نمادهایی از بوداهای دیگه هستن، شخصیت‌های دیگه‌ای هستن که تونستن که عبادت در مقابل همه اینا انجام میشه. در مقابل همه اینها انجام میشه. خب اون وقت نمیدونم، فکر نمی‌کنم تو این دو سه دقیقه بتونیم، ولی شروع کنیم حالا تا ببینیم چی میشه. ببینید جناب آقای عباسی، من میخوام خواهش بکنم، البته ما با عقلی داریم این مکاتب و آیین‌ها و تفکراتشون رو بررسی میکنیم که عقل تربیت یافته در سایه سار دینه و این مایه مباهات ماست. منتهای مراتب میخوام یه خورده جامعه تر لطفا نگاه بکنید. ببینید الان ممکنه کسی سوال بکنه که خب من مسلمان، اینجا اون مقایسه است که عرض کردم، من مسلمان خدای عالی اعلا رو، الله جل جلاله رو که از او بزرگتری وجود نداره میپرستم، و یک بودایی هم بودا رو پرستش میکنه، یا خدایی که شما گفتید انقدر پایینه، یا هم سطح خودش یا پایین تر از خودش. تو زندگی من و در پیمایش مسیر زندگی من چه تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟ این دقیقا نکته ایست که من ابتدای برنامه هم یه اشاره اگه خاطرتون باشه کردم، که ببینید اون خدا
تفاوت در خدایان منجر به تفاوت در مسیرها و تفاوت در آموزه ها میشه که اینها تماما تو زندگی ما تاثیرگذار هست. چه تأثیری میگذاره؟ تأثیرش این هست که در مکتب بودیسم شما تشویق به این میشوید که از جامعه گریزان باشید، تشویق به این میشوید که شما به انزوا بروید. حداقل برای رسیدن به مقامات باید این انزوا رو داشته باشید. 15 سال بودن شما خارج از همه مجموعه جامعه و جدا بودن کامل از فضای جامعه، جدا بودن که عرض میکنم اینها به وقتی به جنگل میرن اون 15 سال انقطاع کامله. یعنی وقتی برمیگردن اینها گاهی اوقات وقتی برمیگردن حتی کاملا اوریان برمیگردن و وقتی وارد شهر میشن، حتی همین امروز وقتی وارد شهر میشن اگه مامورین دولتی اونها رو ببینن یا مردم اونها رو ببینن بلافاصله یک حداقل پارچه ای رو برای اونها فراهم میکنن، اصلا پارچه های معروف هندی ماننده مثلا حالت حوله احرام مانندی فراهم میکنن، روی اینها میندازن و اینها مثلا اینطوری زندگیشون رو ادامه میدن. من میخوام عرض بکنم این خدایی که شما فرمودید در دین اسلام هست برای دونه دونه مسائل اجتماعی دستورهایی داره که اون دستورها با فطرت و با عقل سلیم هر انسانی میتونه مطابقت داشته باشه. یعنی نسبت برخورد با همسایه، نسبت برخورد با جامعه و اونا ندارن حقوق تکال و اونا هیچ کدوم از اینها رو ندارن. حالا اجازه بدین این بحث رو هفته آینده ادامه بدیم چون این موضوعی که به تمام بیان نشد. ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی و از همه شما بیننده های محترم هم تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم دیگه واقعا یک دو دقیقه زمانمون بیشتر شد، نمیخواستم بیام تو کلامشون ولی دیگه تمام شد برنامه‌مون. ایامتون بکام، عزتتون مستدام، عاقبتتون ختم بخیر و صلی الله علی محمد و آل محمد. خداحافظ.